حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان. یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین. امام حسین علیه السلام در روز هشتم ذی‌الحجه سال 60 قمری از مکه خارج گردید و با تمام اهل بیت و همراهان خود عازم کوفه شد. مردم و در که چشام بارود میباره، آقا جون در به در کوچه نشین، دوباره مهمون توه، تموم قصه همینه، دلم پریشون توه. یحیی ابن سعید از سوی برادرش عمرو مأموریت یافت آن حضرت را از حرکت به سوی کوفه باز دارد و وی را به مکه بازگرداند، ولی تلاش و اصرار او بی ثمر بوده و امام حسین علیه السلام اعتنایی به گفتار و رفتارش نکرد و به حرکت خیش ادامه داد. حضرت از مکه تا کربلا چند منزل را طی کرد که برخی از آنها عبارتند از تنعیم، ذات ایر، حاجر، زرود، زباله، شراف، عزیب الهجانات، قصر بنی مقاتل، نینوا و سرزمین کربلا. در توقفگاه زرود خبر شهادت مسلم ابن عقیل در کوفه توسط عبیدالله ابن زیاد به اطلاع امام حسین علیه السلام رسید. قافله حسینی پس از گذشتن توقفگاه شراف با سپاه 1000 نفری حر ابن یزید تمیمی روبرو شد. حر ابن یزید از سوی حسین ابن نمیر مأموریت یافته بود که در راه میان مکه و کوفه به گشت زنی پرداخته و در صورت برخورد با قافله امام حسین علیه السلام مانع ورود وی به کوفه گردد. سپاه خسته و تشنه حر پس از روبرو شدن با قافله حسینی از الطاف و بزرگواری های امام حسین علیه السلام برخوردار شد. گرچه رفتار حر با امام حسین علیه السلام دوستانه و غیر خصمانه بود، ولی به هر حال او نماینده و فرستاده دشمن امام حسین یعنی عبیدالله ابن زیاد عامل یزید در بصره و کوفه بود که مأموریت پیدا کرد آن حضرت را رها نکند و او را در تعقیب خود داشته باشد تا دستور بعدی واصل گردد. در توقفگاه عزیب الهجانات نامه ای از عمر ابن سعد به حر ارسال گردید، مبنی بر این که کار را بر امام حسین علیه السلام تنگ و سخت گیرد و او را از بیابانی که فاقد آب و آبادانی باشد گذر دهد. صدای زنگ عاشورا می آید از دل سهران.
خدا باب آخ زینب تا بچه ها را سوار کرد امه کجا بریم بری بریم مهمونی یه عالم مهموندار داریم یه عالم میزبان داریم صدایم زنگم آشنار می آید از دل سهرا خدا باب نرو نرو از اون جنازه مارد شما چرا صدایم زنگم آشنار می آید از دل زهرا خدا باب حر ابن یزید بر اساس دستور عمر ابن سعد در سرزمین کربلا که منطقه ای خشک و غیر آباد بود راه را به طور کلی بر امام حسین علیه السلام بست و آن حضرت را مجبور به توقف نمود. امام حسین به ناچار در همانجا توقف کرد و آنجا را خیمگاه خیش قرار داد. روز ورود آن حضرت به سرزمین کربلا مصادف بود با روز پنج شنبه دوم محرم سال 61 هجری قمری. حضرت پس از رسیدن به کربلا پرسید این سرزمین چه نام دارد؟ گفتند کربلا. امام حسین علیه السلام همین که نام کربلا را شنید گفت اللهم انی اعوذ بك من الكرب والبلاء. سپس فرمود این مکان کرب و بلا و محل مهنت ماست، فرود آیید که اینجا منزل و محل خیام ماست، این زمین جای ریختن خون ماست و در این مکان قبرهای ما واقع می شود. اینها را جدن محمد مصطفی صلی الله علیه و آله به من خبر داده. پس در آنجا فرود آمدند و خیمه ها را برپا نمودند و در طرف دیگر حر ابن یزید با یاران و سپاهیان خیش فرود آمد و خیمه های دشمنی و قتال با آل رسول را برپا نمود. Allah Allah Taala.